گفت، این همه گفت ما یهود اینجور 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 اینجور، از نمیدونم سایه ابر ازتون گرما انداختیم رو سرتون و انزلنا علیکم المن و سلوا، کباب و نمیدونم آب شیرین میشه شربت بهتون دادیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این پاکیزهایی که روزی کردیم براتون، و ما ظلمونا لکن کانوا انفسهم یظلمون، ما بهشون ستم نکردیم خودشون به خودشون ستم کردن. درست گوش کنید. و اذ قلنا و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، و باز یادآور شو هنگامی رو که گفتیم وارد این قریه بشید که همین اورشلیمه، همین که یهود برای خودشون پایگاه مقدس میدوننش، خدا بهش گفته این مال، بهشون گفته این مال شماست الله. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، هر چی که دلتون میخواد گوارا بخورید. وادخلوا الباب سجدا، و اونجا اون محلی که یهودی‌ها میرن سجده میکنن سرشون هم اینجوری تکون میدن، و قولوا حتتن، و یه تیکه هر یه جوری حرف بزنید، نغفر لکم خطاکم، حتی یعنی یه تیکه کوچولو، یه حرف کوچولویی بزنید که خوب باشه، نغفر لکم خطاکم، ما خطاهای شما رو میبخشیم، و سنزید المحسنین، و نکویها رو چیزهای حسن دار رو چیزهای خوب رو اضافه میکنیم. خب آقا اگر که این الله اومده گفته برید تو این قریه اورشلیم، اونجا هرچی درآمدش هست، هرچی میوه داره، هرچی درخت خورد و خوراک شما یهود میشه، پس چرا این آقایون عرفات و آقایون مسلمونا این همه ترور بازی میکنن که این یهودو از اونجا بنزن بیرون؟ تکلیف ما رو با این بند روشن بکنید. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، میگه اون وقت این ستمگران حرف رو به حرفی تبدیل کردن غیر از اونی که ما گفته بودیم، یعنی حرف الله اینقدر ضعیفه که یک کسانی میتونن عوضش بکنن دیگه. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، باز ما از آسمون براشون شکنجه فرستادیم، مرگ فرستادیم، به ما کانوا یفسقون، برای اینکه فاسق بودن، بدکردار بودن. دائما این مسئله کلمه فاسق و مسئله به اصطلاح بمباران‌های گونه‌گون این الله در همه جا هستش. من امیدوارم که به خصوص این بخش رو که 25 سال ملت ما رو بردن براشون جنگ طریق القدس را انداختن، نمیدونم طریق النمم زهرمار را انداختن، صدام حسین رو از راه قدس میخواستن، سرمایه های ملی مردمی ما فدای یاسر عرفات، فدای بچه فلسطینی کشته شده بابای اونجوریش، و ملت ما در فقر و گرسنگی، که یهود از این قریهی که الله خود اینا گفته باید بیرون رونده بشه و هر روزم یه تظاهرات آخونده گذاشتن. بابا جون خودش داره میگه، اون اللهی که شما قبول دارید که قبولش هم ندارید خودتون میدونید کلکه، داره میگه و اذ قلنا و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، و یادآور شو هنگامی که گفتیم آقای یهود وارد این قریه بشید که همین اورشلیمه، فکلوا منها حيث شئتم، ازش بخورید هر اندازه‌ای که میخواید، یعنی ملک پدرتونه، رغدن نوش جان، ودخلوا الباب سجدن، وارد اون باب به اصطلاح ندبه یهودی هاست اونجا، وارد شین و سجده کنون خم و راست بشید. این حرکت یهودی ها همون سجده کردنه، یعنی خم و راست شدنه، با سرعت هی دارن خم میشن هی راست میشن جلوی اللهشون. و قولوا حتتون، و یه حرفی بزنید، یه تیکه حرفی داشته باشید که نغفر لکم خطاکم، خطای شما رو ببخشیم، و سنزید المحسنین، ما اضافه خواهیم کرد نیکویی های شما رو. اما چه جوری؟ این کتاب دیگه دوباره میاد که بله از آسمون براتون
رجز میفرستیم، یعنی شکنجه، وسیله شکنجه، چون شما بدرفتار بودید. و میاد میگه و از استسقا موسا لقومه، خاطر نشان کن اون موقعی که موسا به قوم خودش آب داد. فقل نضرب بعصاک الحجره، بهش گفتیم فقل نه، بهش گفتیم اضرب، بزن به عصاک الحجر، با این عصات روی سنگا بزن، روی سنگ بزن. فانفجرت منه اثنا عشر عینن، و عصا رو زد روی سنگ و 12 چشمه از زیر سنگ اومد بیرون. الله اعلم، اینه دیگه میگه 12 عینن. قد علم کل اناس مشربهم، کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. بله، همه این رو شناختن و همه مردم این آب خورشون شد. کل اناس مشربهم، همه مردم از اینجا آبش خورشون شد. کلوا واشربوا من رزق الله، بخورید و بیاشامید از این چیزی که خدا روزی داده. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اما برانگیخته نشید مفسد در زمین، به عنوان مفسد در زمین برانگیخته نشید. این بخشی بود از تازینامه که ما سعی میکنیم خیلی آسان و راحت بگیمش، اما خود شما پر گرفتاری بودنهاش رو میبینید، پر گرفتاریه، یعنی چیزهای غیر منطقی، رویدادهای غیر منطقی.